با تشکر از آیدی ازادی میکروفون من اینجا افتاد. با تشکر اجازه بدید که من اوکی موقعی که من افتاده بود گرفتم. با تشکر از آیدی ویوا ایران در اتاق پلتاک با تمام نکته شکافایی کردید. همین الان سعی میکنم پاسخ بدم. از این دوتا خط تلفن بگیرم. چند دقیقه مونده به اون قسمت برنامه؟ الو الو شما خوبه؟ بفهمی قربان بفهمی صحبت کنی خواهش میکنم. آقای دکتر جونم آسونش بکنی اینو بگین که این موومنت سکولاریسم ایرانه. اوکی شکی درش نباشه که ما از سکولاریسم میایم. حالا هر کی دیگه هم بخواد بیاد تو ما بیاد. خیلی ممنون. خیلی ممنون از لطفتون. درود بر شما. صداتون خب ببینید برمیگردم سر نکاتی که ویوا ایران گفت. البته هموطنان عزیز این آیدی ویوا ایران که من صداشون رو نشناختم و دقیقاً نمیدونم شخصی هستن از کسانی هستن که الان ما چون داریم نزدیک میشیم به معرفی عمومی یک سری اشخاصی رو که در این گرده همایی اینترنتی اروپا سیاسی ها اکتیویست ها فعال های سیاسی بودن برایشون طرح‌های مقدماتی و پیشنویس‌های نهاد مردمی فرستاده شده چون ایشون دقیقاً در رابطه با یک سری پیشنهادهایی که در اون آیین‌نامه مقدماتی نوشته شده بود صحبت کردن. بنابراین من عذر می‌خوام که بسیاری از شما این را رو نمی‌دونید ولی صحبت‌هایی که ایشون کردن سوال‌هایی که ایشون کردن دقیقاً مسائلی هست که باید جلوی چشم مردم در یک برنامه‌های شبیه به این با نقاط نظر مختلف راجبش بحث بشه، صحبت بشه، رأی گیری بشه برای بری جلو. حالا من دو تا سوالی که ایشون کردم و دقیقاً سعی می‌کنم جواب بدم. یک لحظه لطفاً گوش خدمتتون. در وهله اول گفتن که این نهاد مردمی چه رب رابطش با جنبش ایران فردا زیربنا نمیدونم بالا بنا اینا چی هست؟ نهاد مردمی به هیچ وجه، به هیچ طریقی هیچ ربطی به جنبش ایران فردا، SOS ایران و غیره نداره. جز این که شخص مسئول اولی که این نهاد مردمی رو دو سال و نیمه داروش کرد میکنه ایمان فروتنه. ولی ایمان فروتن در جنبش ایران فردا بوده، در SOS ایران بوده، در مجلس شورای همبستگی برای مردم سالاری جزء هیئت امنا بوده، در نشست لندن جزء هیئت امنا انتخاب شده، در نشست بروکسل سال دوم در هیئت امنا انتخاب شده و 6 ماه کار کرده، در نشست پاریس آقای دکتر آلرضا جنبش ایران فردا در اونجا همکاری کردند، جنبش ایران فردا ایمان فروتن جزء پایه‌گذاران کنگره همبستگی در برای واشنگتن بود، جزء برگزارکنندگان لس آنجلس بود و و و. پس هیچ ربطی به جنبش ایران فردا نداره، بلکه به عنوان یک ایرانی این طرح برنامه‌ریزی انجام شده. این در رابطه با قسمت اول. در رابطه با قسمت دوم که فرمودید 40 سال اون فقط برای یک پیشنهاد هست برای هیئت امنا که بالاترین مسئولیت‌های قانونی ساختار رو دارن ولی کن کارهای نظارت میکنن، یعنی کارهای اجرایی هر روزه رو نمیکنن. به هیچ وجه چون ما نمیتونستیم و به هیچ وجه هم نمیتونیم همونجوری که شما به درستی گفتید که تمام مزدوران رژیم رو نذاریم رخنه کنن و چون مسلم من و شما میدونیم 100% بدون هیچ شکی در داخل هر سازمان اپوزیسیون و از جمله نهاد مردمی 100% مزدوران رژیم خواهند آمد، شکی درش نیست. پس ما باید مکانیزم هایی در اونجا میذاشتیم پیشنهادی که جمع این مکانیزم ها باعث بشه که ما بیشترین دفاع رو جلوی مسورا داشته باشیم. پس اون هدف پنج اصلی که خدمتتون عرض کردم اونها یک هدف پنج اصلی هستن که به هیچ وجه قابل تعویض نیستن. شما و دوستان میتونید وقتی که شروع شد بیاین 150 تا دیگه اصل اضافه بکنید، زندانی سیاسی نباشه، نمیدونم رنگ موی مردم اینجاش اینجوری، هر چی دلتون خواستش بذارید، ولی که این یک هدف و پنج هست نمیشه عوض بشه. این یکی از مکانیزم هایی هست که جلوگیری میکنه از مزدوران، چون مزدور که بخواد بیاد اونجا میخواد چیکار بکنه؟ آخرش مثلا میخواد بگه آقا جدای دین از حکومت یا این سکولاریسم ازش در بیارین دیگه، برای مثال، یا خیلی کارهای دیگه. اگه هر کاری بیان بکنن اون انجام نتونن بدن اون یه مکانیزمه. یه مکانیزم دیگه‌اش اینه که اینی که شما گفتید چون ما میدونیم بسیاری از مزدوران رژیم، حالا بسیاری هم نه تعدادی از اونها در لباس پناهندگی، در لباس دانشجوی سیاسی، در لباس‌های دیگر اومدن در خارج پناهنده شدن و بعد یه جورایی رفتن تو اپوزیسیون، الان ممکنه بغل دست من و شما هم باشن، این یه مکانیزم دیگری هست. میگه آقا برای اون بالا اونم فقط برای دوره اول،
چون تمام پیشنهاداتی که شما خوندید در اون جزوه و پیشنهادات هست همه قابل تعویض است. تنها چیزی که در طرح و سیستم نهاد مردمی غیر قابل تعویض است اون یک هدف و پنج اصل است. یعنی آخوندها باید برن، بعدش هم باید دموکراسی حقوق بشر بیاد بر اساس این پنج اصل. حالا انقدر بنویسیم و مناظره بکنیم این حرفا که تا اونجا که بهترینا پیش بیاد. پس سومیش هم اینه که هر چی که اونجا پیشنهاد شده به هیچ وجه عمل نخواهد شد تا اشخاصی مانند شما و دوستان دیگه بیان با شخصیت حقیقی بگن من فلانی هستم، من ایمان فروتن هستم، اینم چهرمه، اینم کشورمه، ویوا ایمان، امیدوارم بیاد اسم واقعیشو بگه، فامیلشم بگه، کشورشم بگه، شخصیت حقیقی ثبت نام کنه که اشخاصی که با شخصیت حقیقی هستن و ما میتونیم ببینیم دارن چجوری رای میدن، با کی میرن و میان این حرفا، چون مردم دنیا میتونن ببینن. اون موقع هستش که وقتی که شما تصدیق کردید و تایید کردید و با رأی آشکار جلوی مردم تونستید که این ضوابط رو تایید بکنید، اون موقع هم ما میریم جلو. یعنی نهاد مردمی میگه به هیچ وجه چی از قبل تنظیم نشده جز اون یک هدف و پنج است. فقط برای اینکه 10 سال نشینیم بحث بکنیم این چیزایی که بنده خدمتتون نوشتم با همکاری بسیاری از دوستان دیگر مبارزان اونا رو بخوایم بکنیم، این کار شروعه. همه‌شو می‌خوایم برزین دور از صفر شروع کنید، جلو چشم مردم قدمتون روی چش بیایم بکنید و اون است که اعتماد خواهد آورد. امیدوارم جواب شما رو داده باشم. الو، درود بر شما، صداتون تلویزیون پخش میشه، بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام، از کریم آقای ایمان فروتن. بفرمایید عزیزم. الو جونم، صدای تلویزیون رو کم کنید و شروع کنید صحبت کردن. در ضمن هموطنان عزیز، در اینجا این قسمت برنامه ایتو به پایان میرسه و ما ادامه میدیم در پارس. خدا نگهدار. آقای آیدین عزیز، الو جونم، بفرمایید، صداتون پخش میشه. الو عزیزمون آقای آیدین، که گفتین در اتاق پرتا با شما صحبت کردن، گفتن آقای موسوی رهبر جنبش سبز. از کی ما میتونیم قبول کنیم که آقای موسوی رهبر جنبش سبز باشن که حالا ایشون اصرار می‌ورزیدن؟ در ضمن این برنامه نهاد مردمی شما، ما الان دو ماه منتظریم، کی میخوان اینو به مرحله اجرا بذارین که ما بتونیم از طریق اینترنت بیشتر با برنامه شما آشنا بشیم؟ متشکرم، اگه بتونی از تلویزیون توضیح بدید میشنویم. حتما، خیلی ممنونم. جواب در رابطه با آقای موسوی و غیر و اینا رو اصلا من واردش نمیشم، بحثیست بین شما و دوستان و اگرم لازم شد در نهاد مردمی جایی خواهد بود که این بحثا بشه، ولی به اندازه کافی ساختارهای مجازی و بلاگ و غیره هست که این بحثا دستش بشه. در رابطه با نهاد مردمی، من چقدر خوشحالم که شما دو ماه راجبش میشنوین. بعضی هستن که مثل بعضی بچه‌ها اینجا اصلا یک سال دارن راجبش میشنون و اون کسانی که در نشست لندن و قبل از اون در اتاق اسمش هم اصلا یادم افتاد، دموکراسی خواهان بود که خانم ویکتوریا آزاد و دکتر کریمی اون رو اداره میکردن و صدها نفر بودن، چندیش هم شاهزاده رضا پهلوی شرکت کرده بودن، این ایده نهاد مردمی رو من از اونجا دارم مدارکش رو. درود بر شما، یک لحظه که شروع کردیم. کار بسیار بسیار سنگینی بوده و هست، به هیچ وجه 100% بهترین و کامل نیست، ولی به نظر من اون راهی است که اجازه خواهد داد ما از اون دایره، اونهایی از ما که خسته شدیم از این دایره، بزنیم بیرون و از اون راه بتونیم، امیدواریم که یک نتیجه داشته باشیم. فرمودید که به یک ماه نباید برسه. دلیلش چیه؟ برای اینکه دلیلش اینه که من امیدم این بود که بر این یک سالی که ما زحمت کشیدیم با دوستان و اینو معرفی کردیم چند هفته پیش در لس آنجلس، دو روز برنامه بود، 6 تا جلسه 3 ساعته از 93 نفر از اشخاصی که در رسانه ها هستن دعوت شد، فقط 23 4 نفر تونستن بیان به خاطر و مسائل کاری یا هر دلیلی، فرق نمیکنه. از و امید من این بود که بسیاری جاهای دیگه راجع به این صحبت بکنن، ولی خوشبختانه مردم دارن صحبت میکنن، چون اسمش هم نهاد مردمی هست، عالیه. شما دارین صحبت میکنین، بچه‌ها میگن آقا چی شد، کی شد، فلان این حرفا. چرا 4 هفته دیگه؟ برای اینکه سعی ما این هستش که ما بتونیم در یکی دو سه ساعتی از چند رسانه آزادی خواه مردم سالار پشتیبان مردم ایران خواهش کنیم، با پول، نه که مجانی، با رایگان. اگه رایگان باشه چه بهتر، اگر با پول باشه داریم سعی میکنیم با همین بچه‌هایی که دارن با هم کار میکنیم یه پولی جمع بکنیم، از قبل تبلیغی بکنیم، چند تا روزنامه تبلیغ تمام صفحه بخریم، تو تلویزیون ها تبلیغ بکنیم، این حرفا که اقلا شروعش، معرفیش از چند جا باشه
و حداقل 5 6 10 15 نفر هم از دنیا این ور اونور شهر مختلف باشن که به هیچ وجه فقط شما چهره بنده رو نبینید، برای اینکه همون اون باعث شکست خواهد شد، نه به خاطر چهره من، بلکه هر حرکتی فقط با یک نفر و یک سازمان و یک گروه و یک میدیا یک رسانه اگه شروع بشه به نظر من محکوم به شکسته، چون در این 10 سال ما سند داریم که اینجوری شده. امیدواریم در 4 هفته، یعنی داریم تاریخش رو تقریبا پین داون کردیم، فقط منتظر یکی از اشکالاش این است که تلویزیون پارس به ایران بره، در رابطه با صحبت و قرارداد و اینا هم هستیم با جاهای دیگه، میدیاهای دیگه بتونیم که اعلامش کنیم، ولی به یک ماه نخواهد رسید.